دیگه چیزی که بخواین کار را برای ملت و مردم انجام بدن وجود نداره متاسفانه. و گذشته از همه، تا زمانی که ما احتیاج بیرون باشیم، تا زمانی که ما نتانیم خودکفا شویم، امکان نداره که ما بتانیم سرنوشت خود و آینده خود تعیین بکنیم. تا زمانی که معاش ما از بیرون داده میشه، تا زمانی که اشغال به مفهوم واقعیش در مقام افغانستان وجود داره، تا زمانی که مصارف نظامی و جنگی ما را بیرون تمویل میکنن، تا زمانی که سلاح و مهمات ما را در برابر دشمن که ما باید بجنگیم و از خارج میاید، ما نمیتونیم کدام کار را انجام بدیم که بگویم والا این به نفع ملت است، این به نفع جامعه است یا مردم است یا حداقل یک قوم است یا ملیت است. به او دلیل آقای همدرد، این سوال شما بسیار سوال دقیق است. ما متاسفانه دیگه اتکای مردمی نداریم. به او خاطر ما مسئله را رفتیم قومی ساختیم، مسئله را رفتیم زبانی ساختیم، تا از طریق قوم خود، تا از طریق زبان خود، تا از طریق سمت خود در رأس قرار بگیریم و ما حمایت شویم. اگر ما از اینی لایه ها براییم، از اینی پوشی که ما امروز در انحصارش هستیم و در درون از اون قرار گرفتیم، هر زمانی که افغانستان از اینی مشکلات عبور بکنه و ما بتانیم واقعا انتخابات شفاف داشته باشیم، نمایندهای واقعی مردمی در رأس قرار بگیرن، چی در پارلمان چی در وزارتخانه ها، دیگه معامله های نباشد، دیگه مصلحت های نباشد، دیگه رشوت و رشوت گیری های نباشد، در اون صورت همه چیز امکانش است. این یک طرف قضیه. اما چرا امروز جامعه ما در اینی که مشکلات دوچار است و دست و پنجه نرم میکنه و مردم به طرف از این بدبختی ها میرن؟ ببخشید بعد از صحبتتان جنبندی هم بکنن جناب عدرسان. بسیار خوب، بعد از صحبتتان. پس ما به این نتیجه میرسیم، تا زمانی که ما وابسته هستیم، از وابستگی نبر آمدیم، ولو رئیس جمهور ما، ولو اعضای پارلمان ما، ولو وزرای ما، هیچ کار را نمیتونن انجام بدن. ما در قدم اول کوشش بکنیم یک نظام را ایجاد بکنیم که اون نظام مردمی باشه، او جوابگوی خواسته های مردم باشه. در اون صورت است که ما میتونیم ادعا بکنیم که ما یک نظام متمرکز میخواییم. وقتی که نتونیم واقعا از مردم نمایندگی بکنیم، کجای ازیر میتونیم متمرکز بگوییم که خوب است متمرکز باشه که والی رم رئیس جمهور تعیین بکنه، وزیرم رئیس جمهور تعیین بکنه، و کاش که اون کسایی که تعیین میکنه اونا واقعا مردمای باشن که برای ملت و مردم خدمت بکنن. پس یکی بر اساس مصلحت آمده، یکی بر اساس رشوت آمده، یکی بر اساس قوم و ملیت آمده، یکی بر اساس زبان آمده. با این شکل هر نظامی را ما اگر سرش بحث بکنیم، نتیجه کارش مثل این امروز است که ما هیچ چیز نداریم متاسفانه، هیچ نوع دستاورد نداریم. شما اگر یک چهار تا بلند منزل میبینین، یک چهار تا تعمیر میبینین، کابل شهر پایتخت میبینین و شهر بیروبار 6-7 میلیونی حساب میکنین، اینا چیزایی است که از دو حالت به دست آمده. یکی خود مردم کردن که دولت هیچ نوع نقش دری نداشته، و دوم از چور با وجود آمده، از پیسه های مفتی که در افغانستان یا پیسه های بادآوردی که آمد در بین افغانستان و این فقط تقسیم شد برای چند نفر مشخص، یا مافیا بگوییم یا هر نامی که سرش بگذاریم. این از اینجه این بلند منزلا و این تعمیرا و این امثال از اینا رو میبینیم. اگر ما با این دل خوش میکنیم ولای نقدر ما انکشاف کردیم در طول 20 سال، اشتباه است. ما کارهای بنیادی و اساسی که بیس اقتصادی داشته باشیم، جامعه را از حالت فیلی بدبختی نجات بده، بیکاری از بین بره، فساد مالی را تحت کنترل داشته باشه، ما نداریم متاسفانه دستاورد. حداقل دولت هیچ نوع
موثریت و حاکمیت سر هیچ بخش نداره. از نگاه های غیر به اصطلاح از غیر مسئول که سلا دارن، نفر دارن شروع کنیم، تا گروه هایی که یا علنی هستن یا غیر علنی هستن. امروز متاسفانه قدرت مرکزی در بین افغانستان نیست، تقسیم شده مثل یک مملکتی که بگویم ملک التوایفی هست. هر کس در هر جایی که وجود داره خود رئیس جمهور فکر میکنه. به این خاطر دوستان رفیقای گرامی محترمین، تا زمانی که ما خود ما حاکمیت نداشته باشیم، تا زمانی که نماینده های واقعی مردم در رأس قدرت نباشند، امکان نداره که ما بتانیم از حالت فعلی خود نجات بدیم. بیاییم سر از این فکر بکنیم که چی کنیم که ما از این بدبختی خود نجات بدیم، از این ایتیاجی براییم، دست بیگانه ها را از کشور خود دور بکنیم، از کمک هایی که فردا امروز میتن ولی فردا توقع دارن در برابر از این کمک ها ما باید از شما چیزهایی بخواهیم. یک مثال کوچک مبرتان میگم، جنبندی هم باز بکنین دکتر بلیسی، با جنبندی هم بکنین. بسیار خوب. یک هیئت پارلمانی لندن آمده بودن، همراهشان صحبت داشتیم، ما پرسان کردیم که شما فلان وزیر که رأی اعتماد برش ندادین ولی امروز سرپرست است، چرا نمیتونین در برابرش اقدام بکنین و حرف بزنین؟ میفهمین یه هیئت پارلمانی 5 نفر هم بود، خانم ها هم در بینش بود، مردا هم بودن، کلشان به یک صدا گفتن که اونمو آدمی که از طرف یکی از کشورهای اروپایی تعیین شده بود و گفته شده بود که باید در رأس این وزارت باشه، اونمو سفیری همون کشور آمد در مابین پارلمان و گفت که اگر این آدم شما قبول نکنین ما کمک های خود بر کشورتان قطع میکنیم. متاسفانه در رأس قدرت از رئیس جمهور ما شروع تا پایانها اینی مردم هستند. اینا نماینده های واقعی مردم افغانستان نیستن، اینا نماینده های واقعی اون کشورهای بیرونی هستن. پس با اجازه شما جمع‌بندی حرف ما به این است که یگانه راه نجات مردم افغانستان از شرایط فعلی علمی نظام پارلمانی است. دیگر راهی وجود ندارد. باید صدر اعظم باشه. اول خب قانون اساسی باید اصلاح شود. شرط اساسی همی است. بزرگترین مشکل مردم افغانستان و دولت فعلی همی است که قانون اساسی ما صدها مشکلات داره، صدها اشتباه داره و غلطی ها داره. اولین گام همی است که باید قانون اساسی تبدیل بکنه، قانون اساسی اصلاح شود، بعد از او نظام پارلمانی و صدارتی به وجود بیاید، نماینده های واقعی مردم در این جلسه هم داشته باشند، معاونینش از که نمایندگی بکنه از اقشار مختلف جامعه، و بر از اینا صلاحیت های عام و تام داده شود تا مردم احساس بکنند که ما با این دولت شریک هستیم. در غیر از او اگر مطلق العنانی باشد پس یا مطرح نیست دیگه که امارت بیاید، شاهی مطلقه بیاید یا جمهوری متمرکزی که دوستان میخواین دیگه، برای مردم دیگه هیچ مهم هم نیست کدام نام، فقط یک نام تغییر میکنه ولی قدرت مطلقه هست، قدرت برای یک نفر است. به این خاطر یگانه راه امی هست که مردم از این طریق بتانن با دولت شریک شوند، سهم داشته باشند تا صدایشان شنیده شود و آیندهشان تضمین شود. تشکر از شما. تشکر از تمام مهمانان حاضر در بحث، جناب دکتر صاحب حیدر عطل، جناب دکتر صاحب اکبر همت، جناب دکتر صاحب صمیم شمسی که متاسفانه اینترنتشان قطع شده از برنامه بیرون شدن، و جناب عبدالوکیل سولعمل، و همچنان تشکر از تمام بینندگان که تا این دم ما را دیدن. برنامه کنونی ما در همین جا به پایان میرسد، تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت شما را به خداوند می سپارم. شب و روز همه بخیر. تشکر از شما. شب و روز بخیر. شب و روز همه بخیر. تشکر.